اوکی okay, بچه روی ویدیو قبلی با هم دیگه برنده رو مشخص کردیم و و کل کار ریست گیم رو انجام دادیم روی این قسمت بچه میخوایم با هم دیگه اسکور بسازیم یا جدول بله. یا این آقا بورد امتیازات میخوایم این بالا بنویسیم که ایکس چند بار برده اینجا بنویسیم که او چند بار برده خب من میام این بالا کم کار دیزاین و طراحی با هم دیگه انجام میدیم کم اینجا خوشگلاسیون کنیم با هم ببین اینجا دو تا ایمیج ویو میذارم اینجا یه ایمیج ویو میارم میگم که تو او باشو. خب او باشو. او بشو تو بیا اینجا به این گوشه و به این پایین به این گایدلاینه و به این بالا بچسب اوکی و عرضت هم مثلا بشه 100 دی پی خب انقدر بشه یا کوچیک‌تر بشه 50 دی پی بشه اوکی بعد همین کار رو برای این ورم میکنم یا اینجوری دیگه میارم میگم تو ایکس بشو و عرض و طولت هم صفر بشه و بیا به اینجا و به اینجا به این ور و این ور بچسب این کانسترینت سمت راستش رو پاک میکنم اوکی و عرض این رو هم میگم چی بشه بیاد 50 دیپی بشه اوکی حالا جلوشون یه تکس ویو میارم یه تکس ویو میارم به بالا و پایینش کانسترینت میدم که وسط بشه و به خودش هم میدم برای این ورم دقیقا همین کار میکنم یه تکس ویو میارم به بالا و این ور میدم رو توشون توی دوتاشون دیفالت بچه ها صفر میذارم توی تکستشون صفر میذارم به بهشونم 16 دی پی میدم می به این دوتا تا صفرام اوکی و بعد میام صدقه تکست سایزشون 14 اسپی رو میکنم 18 تا برای اینم هم همین 18 اسپی حالا بهشون آیدی هم میدم میگم تو بشو تی اکس پلیر در واقع او او بزرگ تو آیدیت بشه چی؟ تی اکس تی پلیر ایکس اوکی؟ اوکی؟ حالا این از شد بچه از دیزاین اوکی؟ بعد این عدد رو هم بچه ها چیز میکنم تکست ستایلشون هم میارم تکس ستایل بولدشون هم میکنم بولدشون اینجوری تو رو برای همینم تکس ستایل بلدش رو تورو میکنم اوکی؟ حالا میام اینجا چی کار میکنم اولا این بالا دو تا متغیر از جنس تکس ویو میسازم اوکی, اوکی. این میشه تکس ویوی پلیر ایکس این میشه تکس ویوی پلیر او اوکی توی آن کرییت ویون دوتا رو مقدار دهی میکنم میگم تکست ویو پلیر او تو فایل ویو بای آی دی شو آر دات آی تی تی پلیر او از هم یه دونه داپلیکیت میگیرم برای پلی برای ایکس اوکی پس این ما اینجا دو تا متغیر تعریف کردیم بچا اینا اینا دیفالت نال هستن ها این دو تا متغیرمون اینجا که تعریف شدن نال میشن یعنی این ناله اینم ناله ولی از اونجایی که ما مطمئنیم اولین متدی که توی اکتیویتی صدا زده میشه متد آن و اولین متدی که صدا زده میشه همینجا هم مستقیم در جا دوتا رو پر میکنم اما چرا من این بالا تعریف کردم ها اینجا مقدار دیگه کردم چون میخوام اینا بیرون از این متد تعریف شده باشن که توی کل این کلاس توی کل این کلاس من بتونم از این دوتا تا استفاده کنم فقط توی متد آن نباشن که فقط اینجا بتونم استفاده کنم این بالا تعریفشون هم گلوبال توی کلاس و توی آن بهشون مقدار دادم از اونجایی که آن اولی اولین متدی که اجرا میشه مثل متد مین میمونه مطمئنم که اینا اینجا مقداردهی شدن حالا کاری که باید بکنم چیه کاری که باید بکنم این هستش که اینجا آم هر بار که کسی برنده میشه من یه کاری انجام بدم اینجا باید اسکوربورد رو آپدیت کنم یه متد می برای خودم اینجا یه متد دیگه می نویسم پابلیک اپدیت آپدیت اسکوربورد اسمش رو حالا گذاشتم دیگه بورد اینجوری میشه اگه نکنم بورد اینجوری املاش رو در متن نیستم اسکوربورد چی اسکوربورد همین دو تا این تکست ویو جدول امتیازاته یا بورد امتیازاته اینا هر بار که او برنده میشه این باید یه دونه اضافه بشه هر بار که ایکس برنده میشه این صفر اونم باید یه دونه بهش اضافه بشه یعنی یک دو سه چهار پنج تا الا آخر حالا اتفاقی که باید بیفته این اضافه شدنه رو باید این متده بعدا هندل کنه باید بگم آقا اکتیو پلیری که بازی رو برده کیه خب من اینجا یه متد می‌نویسم اوکی که توش یه ایف داره میگم اگه اکتیف پلیر صفر بود تو باید بگی وینر ایکس در غیر این صورت ببخشید باید توست کنم اینو تو باید بگی وینر ایکس در غیر این صورت یعنی یک بود تو باید بگی وینر او چرا؟ چون اکتیف پلیر ما اینجوری کار میکنه که صفر ایکسه و السش که یک اوه اوکی هر بار که کسی میبره من این متد آپدیت اسکور بورد رو صدا میزنم که فقط به من میگه اکتیو پلیر کدومه و بر اساس اون میگه بازی برد و بهتون نشون میدم که الان این چه کار میکنه چه بحث های دور خودش داره الان این میشه اسکور ما دیگه این بالا این دو تا عدده اوکی الان من اگه اینجا کلیک بکنم اینجا x میاد و x میبره چون این ردیف رو کامل میکنه اوکی من میگه وینر او چرا چون وقتی برنده شدیم قبلش بازی عوض شده قبلش چه اتفاقی افتاده ببین دقت کن اینجا رو خوب دقت کن اینجایی که داریم با هم دیگه میخوریم با هر بار کلیک اتفاق میفته دیگه ببین اینجا من کلیک میکنم او اوکی اینجا کلیک میکنم زبدل اینجا کلیک میکنم میشه او اونجا کلیک میکنم میشه الان نوبت کیه الان نوبت او دیگه الان من اگه اینجا کلیک بکنم الان من اگر اینجا کلیک بکنم چی میشه اینجا کلیک بکنم او زده میشه و او برنده میشه ولی چه اتفاقی میفته قبل از اینکه این وقتی که... که روی او بزنیم این ایفه درست میشه و او برنده میشه اما قبلش چون صفر بوده وقتی چون نوبت او بوده و یک بوده توی الس اومدیم او زده شده او اینجا اومده به خاطر اینکه او بوده ما ایمیج ویو رو او کردیم اینجا او میاد چقدر او گفتم و بعد اکتیو پلیر صفر میشه و در واقع نوبت ایکس میشه به خاطر همینه که من الان اینو بزنم این به من میگه ایکس وینر شد در صورتی که او وینر بود به خاطر اینکه وقتی تو حرکت تو تا انجام میدی بازی رو میبری نوبت عوض میشه چون تو حرکت آخر زدی ردیف تو کامل کردی و بردی اینجا نوبت عوض شده به خاطر همینه که این داره بهمون اشتباه میگه ما اینجا باید برعکس کار کنیم یعنی بگیم اگه یکی بازی رو برد و نوبت ایکس بود یعنی او برده و اگه این بازی تموم شد و نوبت او بود یعنی ایکس برده یعنی ایکس حرکت آخر زاده که باعث بردن خودش شده حالا اینجا درست کار میکنه ببین اینجا وقتی بزنم لینر ایکسه یه الان یه کاری میکنم که او برنده بشه ببین اینجا اگه بزنم این ردیف کامل میشه و او برنده میشه دیدی به همین راحتی ببین من دارم برنامه رو چجوری می‌نویسم من میام اینجا یه توست چاپ میکنم که متوجه بشم کدام داره درست کار میکنه حالا کارم رو با توست عوض میکنم حالا میخوام چیکار کنم نکته دقیقا توی اینجاست میام این توست رو پاک میکنم که برای بردن او بود تو این حالت که او برده چیکار میکنم یا میگم آقا من یه این چی دارم به نام پلیر او وین تایم یعنی دفعه هایی که پلیر او برده مساوی میشه با چی؟ میگم آقا تکس ویو پلیر او متنش رو بگیر هرچی از به استرینگ تبدیل کن این استرینگ رو میدم به کلاس اینتیجر متد پارس این و به عدد تبدیل میکنم یعنی چی؟ یعنی اگه یعنی اینجا این صفرش رو به صفر تبدیل میکنم این صفر استرینگیش رو به صفر عددی تبدیل میکنم با این کارم حالا که اینو دارم میام میگم a player win time plus شو به خودت یه دونه اضافه کن هر چی که هستی و میگم a تکس view پلیر player او تکس text کن خودتو با این متغیر پلی او تایم به علاوه یه دونه امتیاز سینی این برای چیه برای اینکه عددو به متن تبدیل کنیم بچا این ست تکس از ما یه چیزی از جنس چرسی کونس از جنس استرینگ میخواد نمیتونیم بهش عدد بدیم ولی چون پلیر او وین تایم یعنی دفعات بردن پلیر او از جنس اینته من میام به علاوه یه دونه امتی استرینگش میکنم تا اینو برام به رشته به استرینگ تبدیل کنم و بتونم روی این استرینگ روی این او ستش کنم بیاید با هم دیگه خروجی رو ببینیم حالا یه کاری میکنم تا او برنده بشه اوکی حالا اینجا نوبت او اینجا که کلیک کنم ببین او شد یک و بازی ریست شد حالا یه تمرین برای تو دارم میخوام ازت تو بیای الان ویدیو رو پاس بکنی و همین کاری که من برای بردن او کردم تو برای ایکس بکنی ویدیو رو پاس کن کار خودت انجام بده مطمئن باش که انجام میدی و سعی تو میکنی این ویدیو رو اینجوری یاد میگیری نه هیچ جور دیگه اینجوری که من بهت میگم باید تمرین کنی ویدیو رو پاس کن و انجام بده اوکی حالا من انجام میدم میگن به که بگی وینر ایکس بیای یه اینت بساز به نام پلیر x min time و integer رو میخوام از کلاس integer یه متد استفاده کنم به نام پارس اینت این یه استرینگ عددی میگیره به تو یه عدد میده اگه تو بهش این یک رو بدی به تو یک عددی میده من چه استرینگی رو میخوام بهش بدم میخوام از این تکس ویو x میخوام از این متنش رو بگیرم به خاطر من میگم تکس ویو پلیر x به من متن تو بده که تکس کن به استرینگ تبدیل کن اون متن تو این الان به ما چی میده؟ به ما یه صفر یه صفر استرینگی میده. ما میخوایم به صفر عددی تبدیلش کنیم. اوکی؟ حالا برام پلاس پلاسش کن. پلیر ایکس وین تایم و پلاس پلاس کن. پلاس پلاس یعنی چی؟ یعنی هر چی توی این پلیر در واقع ایکس وین تایم هست مساوی بشه با خودش پلیر ایکس وین تایم به علاوه یک بشه دوباره ریخته بشه توی خودش نه خودش صفره به علاوه یک بشه ریخته بشه توی خودش یک اگه دو باشه به علاوه یک بشه که بشه سه دوباره بریز توی خودش این پلاس پلاس یا هر چی که خودت هستی به علاوه یک شو دوباره ریخته بشه توی خودت هر چی هست تو به علاوه یک میکنه و بعد میگم ای تکس ویوی پلیر X تو سه تکس کن روی خودت پلیر X وین تایم رو به علاوه یه امتی استرینگش کن مجدد اجرا میکنم بیاید با هم خروجمون رو ببینیم اسکور رو هم ساختیم یه کاری میکنم که x ببره x شد یک حالا یه کاری میکنم که او ببره او شد یک مجدد یه کاری میکنم که x ببره توی قطر x شد دو x شد سه چرا من گفتم هر چی توی تکس ویو هست بگیر به این تبدیل کن برای باره بعدی دیگه مثلا الان این سه من میام هر چی توش هست به استرینگ میگیرم یعنی این سه استرینگیش رو میگیرم دقت کن اینجا رو میام این سه استرینگیش رو میگیرم به سه تبدیل میکنم بعد میام این سه رو پلاس پلاس میکنم یعنی چهارش میکنم بعد اون چهار رو ست میکنم دوباره رو روی این تکس ویو این جوریه که من دارم آپدیتش میکنم و این چهار میشه این به این کاره پس بچه این شد از سکوربوردمون این ویدیو رو حتما دوبار ببینید و چند بار کدش رو بنویسید و خوب تمرینش کنید تا یادش بگیرید